سوال: هر سال در منطقه ما عید به نام عید مادر برگزار می شود و همه مردم آن روز را جشن می گیرند. آیا این حلال است یا حرام؟ آیا بر ما لازم است که جشن بگیریم و هدیه تقدیم کنیم یا نه؟ جواب: تمام عیدهایی که مخالف با عیدهای شریعتی است پس آن بدعت می باشند که در زمان سلف صالح وجود نداشتند، چی بسا که آن را از غیر مسلمانان گرفته باشند. آن عیدها مانندی به عید دشمنان الله تعالی هستند. عیدهای شرعی را مسلمانان می شناسند که عبارتند از عید فطر، عید قربان و عید روز جمعه، که بغیر از این سه عید، عید دیگری در اسلام نیست. هر عید غیر آنها که به وجود آمده است در شریعت الله باطل هستند. زیرا پیامبر صلی الله علیه و سلم فرمودند: هر کس در دین ما چیزی نو آورد که از دین ما نباشد، پس آن رد شده است. یعنی به خود آن شخص برگردانده می شود و در پیشگاه الله قبول نیست. و فرمودند که هر کس عملی انجام دهد که مطابق دستور دینی ما نباشد، رد شده است. با این ترتیب بر مسلمان واجب است که به دین خود درک عزت و افتخار کند و به همان چیزی که الله و رسول صلی الله علیه و سلم در این دین ارزشمند مقرر کرده اند و برای بندگانش پسندیده است، به یگان زیاد و کم بسنده کند. برای مسلمان شایسته نیست که از هر صدای پیروی کند، بلکه باید به خواسته های شریعت الهی دارای شخصیت باشند که دیگران از او پیروی کنند، نه اینکه او از دیگران پیروی کند. مسلمان خودش نمونه باشد و باید دانست که دین الله از هر نظر کامل است. الله تعالی می فرماید: امروز دین را برای شما کامل کردم و نعمتم را بر شما تمام نمودم و اسلام را به عنوان دین برای شما پسندیدم. سوره مائده آیه 3. در حقیقت مادر خیلی بیشتر از اینها حق دارد که در هر سال یک روز به او اختصاص دهیم، بلکه مادر حق برگردن فرزندان دارد که باید آن را رعایت و به آن توجه نموده و در هر زمان و مکان به شرطی که نافرمانی الله تعالی نباشد از مادر اطاعت کنند. فتاوای نورن علی الدرب صفحه 34 و 35.